آیا دوش گرفتن هر روز خوبه یا که باید یه روز در میون باشه بالاخره چقدر دوش بگیریم در هفته متناسبه بریم با هم علمی بررسی کنیم ببینیم چه عوارضی داره و چقدر باید در هفته دوش بگیریم سلام به همه شما خوبان امیدواریم هر جا که هستین حالتون خوب باشه از کامنت هایی که میذارید وقت و انرژی که میذارید نهایت و تشکر رو داریم بریم راجبه به این قضیه با هم صحبت کنیم که بالاخره چقدر دوش گرفتن خوبه چون خیلی ها عادت دارن هر روز باید دوش بگیرن و معمولا هم این فکر رو دارن که خب دوش گرفتن هر روز پوست رو تمیز میکنه پوستمون از این آلودگی ها رها میکنه خیلی برای سلامتی و نشاط خوبه و با قدرت دارن به این کار ادامه میدن ما با دلایل علمی میخوایم بررسی کنیم و توضیح بدیم چرا نباید هر روز دوش بگیریم؟ یکی از اون مشکلاتی که ایجاد میکنه دوش گرفتن های هر روز باعث میشه موهای کدرتری داشته باشیم و رشد موهامون هم حتی کنتر بشه چرا؟ وقتی که ما هر روز داریم موهامون رو شستشو میدیم و پوستمون رو میشوریم در حقیقت پوست سرمون و کلا پوست بدن یک چربی کاملا طبیعی داره که مثل یک سپر عمل میکنه در برابر آسیب ها و آلودگی ها و وقتی که ما هر روز داریم این چربی مفید رو میشوریم این منافذ رو مسدود میکنه و باعث میشه رشد موها کن بشه و چون تغذیه درست به موها نمیرسه موهای کدرتری داشته باشیم و اتفاقا این عکس عمل رو پوست خودمون هم داره سر تا سر پوست ما از یک چربی طبیعی تشکیل شده که این چربی خیلی برای بدن مفیده و تعادل ایجاد میکنه بین میکروارگانیسم هایی روی پوست اکثر عزیزان شامپوها و صابون هایی که شیمیایی بیس شیمیایی دارن در اختیار دارن و وقتی هر روز با اینها شستشو داده میشه کاملا اون چربی پوست شسته میشه و اتفاقا اینجا پوست رطوبت خودش رو از دست میده چرا اینکه همون چربی مفید باعث میشه تا پوستمون رطوبت رو در خودش نگه داره و پوست جوان تری داشته باشیم این شستشوهای هر روز باعث پیری زودرس میشه دلیلش اینجا فهمیدیم چون همون چربی مفید از بین میره و هم رطوبت پوست از بین میره خیلی از خانوم ها شکایت از این قضیه دارن که من همیشه درگیر عفونت قارچی و باکتریایی هستم با وجود اینکه این همه بهداشت را رایت میکنم یکی از اون دلایلش همون شستشوهای بیش از حد هست که اون تعادل باکتریایی و میکروارگانیسم های اون قسمت رو از بین میبره و اینجا دفاع بدن خیلی ضعیف میشه و این اتفاق برای پوستمون هم میفته علت خیلی از آلرژی ها و خارش های پوست هم برمیگرده و همون شستشوهای بیش از حد که این تعادل باکتریایی از بین میره، پوست خشک میشه، رطوبت خودش از دست میده و مواجه میشه با خارش. اگر بخوایم از زاویه طب ایرانی هم به این قضیه بپردازیم کاملا درسته چرا اینکه افرادی که مزاج بلغمی دارن یا اصطلاحا مزاج سردی دارن قلبه سردی دارن دوش گرفتن های هر روز این قلبه بلغم رو تو تنشون بیشتر میکنه و حتی میتونه باعث درد های روماتیسمی آرتوروز و انواع استخوان درد بشه که معمولا این شکایت رو دارن میگم وقتی من دستم به آب میخوره این اتفاق برام بیشتر میفته البته افرادی که مشکلات بلغمی دارن اگه حمام برن قطعا براشون مفیده چون حمام رفتن با دوش گرفتن متفاوته که تفاوت این دورو شما میتونید تو ویدیوی این کارها را در حمام انجام نده ببینید و یه نکته خیلی مهم که واقعا الان جاش تو این ویدیو براتون بگم خانم ها در دوران پریودی سه روز اولشون رو نباید هم دوش بگیرن این دلیلش کاملا مشخصه در دوران پریودی اگه دقت کرده باشین بدن سردتر میشه حتی از دمایی وقتی دستتون رو به کسی میزنید میگه چقدر تو سردی تو این دوران این اتفاق میفته و اصطلاحا هم بدن تو این دوران سرد هستش و وقتی که شما سه روز اول دوش میگیرین این قلبه سردی چندین برابر میشه و زمانی هم که تکرار میشه باعث به وجود اومدن موهای زائد تو بدنتون مخصوصا زیر چونه و قسمت سینه میشه که اصلا ظاهر خوبی نداره خب نکته پایانی بر حال دوش گرفتن های یک روز در میون ایدال هست ولی باز هم برای مزاج های مختلف تفاوت داره یا افرادی که فقط دارن از توالت فرنگ استفاده میکنن و فقط با دستمال خودشونو دارن خشک میکنن خب نیازشون به دوش گرفتن هر روز یا هایی که بیشتر میشه در حالی که بعد از هر سرویس رفتن افراد اگه خودشون رو شستشو بدن این نیاز کمتر میشه اگه میخوایم که موهای خوبی داشته باشیم پوست سالم و هیدراته داشته باشیم ایدئال یه روز در میون هست امیدوارم همیشه سالم و بانشات باشید